الهی درش بود. ما وقتی صحبت از پسر خدا میکنیم، کلام خدا صحبت از پسر روحانی میکنه، یعنی شخصیت کامل روحانی که امروز من و شما رو تشویق میکنه مطابق انجیل متی 5:48 که کامل شویم و از روح القدس مطابق غلاطیان 5:22 از محبت او، از تواضع او، از حکمت او، از آرامش او، از خوشی او، از مهربانی او نیز بتونیم ما بهره بگیریم و برای آنچه که آفریده شدیم نیز در اون قلم رو قدم برداریم. پس اگر بخوایم بپذیریم عیسی مسیح برای چه آمده، به راحتی میتونیم بگیم عیسی مسیح برای آنچه که من غیر استاندارد بودم روی زمین آمد و جریمه غیر استاندارد بودن من رو، بهای غیر استاندارد بودن من رو روی صلیب داد و مرد حقیقتا، اما پس از 3 روز او قیام کرد و قیام او امروز به هر کس که به او ایمان میاره، قیام اون شخص از تمام بدی هاست، از اعتیاد هست، از دروغ ها هست، از گناه هست، از تمام بدی ها هست، از هلاکت هست و نیز رستگار خواهد شد. تلفنی داریم؟ بله بله. بریم با هم خطی رو بگیریم و بعد از اتاق فرما خواهش کنم که سرودی رو داشته باشیم که عزیزان نیز استراحت کنم و بعد برمیگیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفرم خواهش کنم. الو جانم بفرمی. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، ممنون. خوب هستین آقای چشکرسو؟ بله در خدمت شما هستم. الو جانم بفرمید. بفرم. خسته نباشید عزیزی. من از ایران تماس میگیرم. لطف میکنید، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ممنون از برنامه خوبتون. خواهش. من مسلمان هستم ولی چند وقته که برنامه شما رو تماشا میکنم. بله. واقعا یه اراده خاصی به حضرت مسیح پیدا کردم. خدا شما رو ممنون. یعنی تا اون حد که شروع کردم انجیل رو دارم مطالعه میکنم. هللویا. یه بارم تو خواب دیدم. خدا رو شکر. خواستم ازتون یه خواهشی بکنم. خواهش من. من یه مشکلی دارم ازتون میخوام خواهش کنم عاجزانه که برای من دعا کنی، برای برآورده شدن حاجتم. آه حتما خواهر عزیزم، حتما. اگر مایل هستید اسمتون رو میخواید یا یه اسمی به ما بدید که ما برای اسمم بگم. اگر مایل هستید اسمی بدید که براتون دعا کنم. بله اسمم لیلا. لیلا جان خواهر لیلا، واقعا خیلی نیازمندم به دعای شما. واقعا خیلی نیازمندم، لطف کنید. خواهش میکنم. خواهر لیلا عزیز، میتونم از شما سوالی بکنم؟ بله بفرمایید. صداتون برات قطع و وصل میشه، بفرمایید. متاسفم خواهر لیلا. کلام خداوند انجیل عیسی مسیح میگه عیسی مسیح پسر روحانی خداست که بر روی زمین اومد، به خاطر گناهان بشریت اومد و روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد و هر کس که به او ایمان بیاره و توبه کنه نام او در دفتر حیات خواهد بود و هرگز هلاک نخواهد شد. آیا آنچه که من گفتم و انجیل میگه شما باور دارید خواهرم؟ بله 100%. هاللویا. آیا حاضر هستید برای دعا کنم در کنار رفع مشکلات دعای نجات رو بخونم؟ قلبتو به مسیح بده و بذار مسیح تو زندگیت کار کنه، تو که انقدر اون رو باور داری و دوستش داری. بله. هاللویا. لحظه چشماتو ببند. خواهش کنم لیلا جان. لحظه چشماتو ببند. و دیگر هموطنان عزیزم که الان آماده هستن قلبشون رو به مسیح بدن، با دعای من متحد بشید. هاللویای خدای قدوس، هاللویای پدر عزیزم. خداوند تو رو شکر میکنم برای خواهر عزیزم لیلا، برای قلب خوبش، برای ایمانش، برای اینکه خداوند او تشنه حقیقت بود و تو حقیقت رو بر اون مکشوف کردی. اینک از تو میخوام مطابق آنچه که در کلامت اعلام میکنه که عیسی مسیح پسر روحانی تو بر روی زمین آمد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و ای خدای قدوس پس از 3 روز قیام کرد و هر کس که در مقابل این حقیقت توبه بکنه نسبت به گناهان دانسته و ندانسته و ای خدای قدوس خودش رو به تو بسپاره، تو هستی که روح مقدست رو بر او جاری میکنی و گناه او را میبخشی و نام او را در دفتر خودت ثبت خواهی کرد. آیا خواهرم آنچه را که گفتم شما ایمان دارید؟ بله. آمین. هاللویا. اینک از تو میخوام مطابق اعترافی که خواهرم در حضور تو ای خداوند انجام داد، در نام مسیح نام خواهرم لیلا رو ای خدا در دفتر حیات خود ثبت کن و در نام عیسی مسیح بشور افکار و دل و احساسات او رو از هر آنچه که به گذشته او مربوط میشده و قوت او باش، خانه او را مسکن کنه ای خدا، حضور تو در اون خانه باشه، روح مقدس تو ساکن شه در وجود خواهر من و افراد خانواده او را برکت بده و ای خدا
خدا هر آنچه که به عنوان مشکل هست در نام مسیح بشور. و دیگر هموطنان عزیزم که با دعای من متحد هستن، خداوند تو با فیض دانان را نجات بده و رهایی بده و نام آنان را در دفتر حیات خود ثبت کن. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. آمین. با ایمان دریافت کن خواهر عزیزم. حتما برای شما اگر یه موقع سوالی چیزی هستش، خواهرم میتونید تماس بگیرید با همون شماره 716 4 تا 0 818 716 4 تا 0، در خدمتتون هستم. مشروط بر این که براتون مقدور هست، میتونید شاهد برنامه های شبکه تلویزیون محبت باشید. مشاورین ما اونجا هستن که شما رو دستگیری کنم و پاسخگوی سوالات شما باشن. اگر مطلبی نیست، شما رو به دستان خدا میسپاریم. فیض خداوند باشه. متشکرم عزیزی خواهرم، به شما تبریک میگم ورودتون رو به ملکوت خداوند. آمین. مرسی، متشکرم. خواهش کنم. فیض خدا با شما. بریم پس با همدیگه سرودی رو ببینیم. لطفا توجه کنید به این سرود. بعد از اون فردریک عزیزم این سرود رو خوندن. و ببینید عزیزان، اگه این سرود قشنگ نگاه کنید، این موزیک ویدیو رو ببینید، متوجه خواهید شد که عیسی مسیح چه رنجی کشید. اون رنجی که باید رسول به خاطر گناهانش میکشید. هموطن عزیزم، ما اینجا تبلیغات مسیحی نمی کنیم. باور کنید، حتی من نمیگم عزیزان بیاید مسیحی بشیم. اصلا مسیحیت یعنی چی؟ دوباره مذهب. بلکه میگیم بیاید شاگرد مسیح بشید، بیایم شکل مسیح بشیم. اگر خدای پدر از عیسی مسیح راضی بود، تو هموطن عزیزم اگه اجازه بدی او استاد زندگیت باشه، مطمئن باش از تو راضی خواهد بود و با اعتماد زندگی خواهیم کرد. بریم و برگردیم. به زخمهایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. به زخمهایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را با آن چشمان پر نورش، تبسم بر لبان او، نگاهش قلب پتروس را هزار رشته بریش بنمود. به هر آهنگ شلاقی که بر پشتش نوازان بود، سرودی زمزمه می کرد پدر بخشا عزیزان را. ستم بگرفت همه درد، همه زجر و همه زخمی، به جان بگرفت همه خاری، همه خفت و هر شرمی. ز بحر من به جان بگرفت صلیب و مرگ بر آن را، ز بحر من گناه کردی به پرداخت مرگم را. به زخمایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد.
ابرک به بار باران خداوند در زمین خوابید، صدای گریه مادر، صدای یست هر عاشق بگردید. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز در سراسر جهان، همون گونه که مستثنا هستید این برنامه برنامه زنده است، متعلق به تو هموطن عزیزم هستش. اگر موضوعی هست برای دعا، با اعتماد به خدا، نه به انسان، به خدا، حتی نه به خودت، نه به شایستگی خودمون. ما هرگز شایسته نیستیم در حضور خدا، اما امروز فیض خدا شامل ما شده. عیسی مسیح روی صلیب رفت تا ما با فیض او به این شایستگی برسیم. به توسط خون مسیح نیز ما به این شایستگی بزنیم. تماس بگیرید، بازم نه با انسان، نه با برنامه امید جاودان، در اصل ما با شما متحد میشیم. در این اتحاد ما با خدا تماس میگیریم و این خداست که شفا میده و این خداست که تسلی میده و این خداست که قوت ما هست. اما خداوند دوست داره که فرزندانش با هم متحد بشن. پس تماس بگیرید، اگر موضوع دعایی هستش با ایمان تماس بگیر که خدا میخواد، خدا تو رو دوست داره، تو رو رهایی بده از هر ضعف، از هر مشکلی، از هر سختی. اگر هم سوالی هستش، تا اونجایی که دانش ما اجازه بده در خدمت شما عزیزان هستیم. و اگر گواهی ایمان دارید که عیسی مسیح در زندگی شما چه انجام داده، چقدر خوبه که امروز که بیننده این برنامه میدونیم در سراسر جهان کم نخواهم بودش، شما تماس بگیرید و برای برکت دادن به دیگران نیز گواهی ایمانتون رو و یا اصطلاحاً اون شهادت، آنچرا که خداوند در زندگی شما انجام داده رو نیز عنوان کنیم. آنچرا که پرداختیم در طول این دقایقی که در خدمت شما بودیم نسبت به ضعف‌هایی بود که گفتیم ضعف درونی ما، همچون ترس و استرس و حقارت و آنچه که از درون ما رو رنج میده بود و آنچرا که از بیرون ما هستش، عدم امنیت هستش و عدم آزادی هستش، عدم اون اعتماد ما هست نسبت به ادامه حیاتمون هست که انسان میخواد اون رو داشته باشه. و گفتیم عیسی مسیح مطابق کلام خداوند بر همه این ضعف ها رفت. اما همه ما میدانیم بزرگترین ترس انسان ترس از مرگ هست. چندین ترس رو بعد از تحقیقاتی در کشور آمریکا به عمل آوردن خدمتون اعلام میکنم که اولیش
ترس از مرگ هستش، دومی جدایی و طلاق هستش، زندان هست، حوادث هست، ازدواج، البته نه برای ازدواج کردن، معمولا همه خوشحال میشن، بلکه نگرانن از اینکه ازدواج میکنن چه اتفاقی خواهد افتاد، و موقعیت کاری هست و محل کار هستش، و حاملگی برای زنان نیز هستش، وضعیت اقتصادی هستش، و رابطه ها هستش که افراد میترسن توی رابطه ها مبادا خیانتی ایجاد بشه، بدگویی باشه، و تغییر محل کار و محل زندگی و تحصیلات هستش. اما کلام خداوند به ما اعلام میکنه که خداوند روح ترس رو به ما نداده، نه اینکه برای هر چیزی یه روحی هست. لطفا دنبال این بازی هم نریم. بعضی ها هستن این نوع تعلیم رو متاسف هم میدن، میگن طرف روح خواب داره حالا همش میخوابه، طرف روح غیبت داره. نه، این حرفا نیستش. روح، روح شریر هست، روح شیطان و لشکر او هستش، و روح خدا روح قوت هستش. کلام خداوند میگه من روح ترس رو به تو ندادم انسان، من روح اقتدار رو به تو دادم، روح قوت رو به تو دارم، که همه اینها در روح القدس هستش که باعث برکت میشه، و آنچرا که براش میترسی عیسی مسیح بر اون ترسا نیز روی صلیب رفت. در اول قرنتیان 15:55 میخونیم که پولس رسول میگه ای موت، ای مرگ، نیش تو کجاست؟ و ای گور، ظفر تو کجاست؟ یعنی تمام شد. اگر به مسیح ایمان میآوری این رو بدان، اگر میترسی بیهوده میترسی، اگر نگرانی بیهوده نگران هستی، حتما ما در ضعف هستیم، اما از این به بعد قوت با ماست، از این به بعد روح القدس با ما، باید در حضور او تغذیه بشیم، یعنی در بُعد حقیقت ما باید تغذیه بشیم. همون گونه که همه میدانیم موسی میگن 40 شبانه روز در حضور خدا بود، نه خوراکی رو خورد نه آبی نوشید، اما میگن او زنده بود، حتی وقتی از حضور خدا آمد چهره او میدرخشید. نیاز درونی ما روح خداست. حتما به خوراک احتیاج داریم، به پوشاک احتیاج داریم، به موقعیت‌های زندگیمون احتیاج داریم، اما افراط در اون باعث میشه ما از حقیقت نیز دور بشیم و به اون موقعیت اصلی نرسیم. پس وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، ما نیز مطابق کلام خدا گویا که من، یعنی رسول، در امیال کهنه، در ترسها، در گناه، در ضعف نیز میمیرم و من نیز با او قیام خواهم کرد، که کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما تعمید میگیریم، تعمید آب، اما اینجا هستش که ما به توسط روح القدس با ایمان تعمید روح نیز خواهیم گرفت و اون باعث حیات اصلی ما خواهد شد. تعمید آب برای یک ایماندار، برای کسی که مسیح ایمان میاره، مانند این حلقه هستش که این حلقه توی دست من علامت بر این هست من همسر دارم، پس خودم مواظب باشم دیگرانم بفهمن من همسر دارم. ام و این تعمید در آب این پیمان انسان هست، این عهد انسان با خداست، اما تعمید در روح که ما از روح القدس پر خواهیم شد و او قوت ما خواهد شد، مطابق اعمال رسولان 1:8 اعلام میکنه که چون روح القدس بر تو میاد قوت خواهی گرفت، و ما قوت بگیریم در مقابل گناه بیستیم، در مقابل وسوسه بیستیم دیگه. اینک امر معروف و نهی از منکر چقدر به ما گفتن، چند ساله میگن دروغ نگید، گناه نکنید، دزدی نکنید، چه کسی توانست در مقابل بیسته؟ همه ما میدونیم دروغ بده، اما به نوعی همه دروغ میگیم. چرا؟ چون که اون قوت رو نداریم که راست در راستی زندگی کنیم، و کسی که مسیح ایمان میاره مرده ای هست که زنده میشه، همون گونه که مولوی اعلام میکنه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق یعنی عیسی مسیح یعنی روح القدس آمد و من دولت پاینده شدم، ابدی هستم. پس برای من دیگه مرگی وجود نداره. کسی که مسیح ایمان میاره مذهب دیگه به دردش نمیخوره، شریعت به دردش نمیخوره، نه اینکه بده، نه، ولی از این به بعد قوت خدا بر اون شخص هست. و اگر میخوای قوت خدا رو داشته باشی، قوت روح القدس رو داشته باشی، قلبتو به مسیح بده و بذار با خدا زندگی کنی و نه با شریعت. شریعت به ما میآموزه که ما گناهکاریم، اما روح القدس به ما قدرت میده، قوت میده تا در گناه نمانیم. اگر تلفنی داریم بریم به همدیگه بگیریم و بعد میپردازیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفهم خواهش کنم.
جانم عزیزی سلام، من مادر فردریک هستم، همین چین آهنجو خوندم. به 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 چقدر خوشحالم. دعا کنید همیشه در خدمت خداوند باشه. آمین آمین. خدا شکر برای وجود شما مادر عزیز، ممنون که روی خط اومدید. حتما هم برای شما هم برای فردریک عزیز همیشه در دعا هستیم. به فیض خداوند یه روز ایشون رو داشته باشیم تو همین برنامه، و قبلا هم صحبت کردیم انقدر دوستش داریم که بتونیم کنسرتی توی لس آنجلس از ایشون نیز داشته باشیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ممنون لطفی های تماس گرفتید. فیض خدا باشه. حتما حتما براتون در دعا هستیم. قربان شما. خدا حافظ شما. شما رو دستان خدا میسپاریم. خدا رو شکر برای این مادر و مادرانی همچون ایشون که فرزندانشون خداوند رو خدمت میکنم. و فردریک عزیز چه صدای زیبایی داره و واقعا هر موقع من میشنوم سرودهای بسیاری دارن که در آینده حتما بیشتر پخش خواهیم کرد و بتونیم برکت بگیریم. اما اگر موافق هستین با همدیگه بریم که شش اجازه بدیم. قبل از اینکه با آیه ها برسیم، الان تلفن نداریم، من یه دو تا چیز می‌خواستم اعلام بکنم. یکی یادآوری کنم برای پنجشنبه ها تلویزیون محبت که ساعت 10 شب از ایران از همه جا پخش میشه. دوستان رو یادآوری کنم که به صحبت های کشیش رسول عزیز و خواهر ماهمانی عزیز بنشینید و واقعا فیض میبرین از این صحبت ها و برنامه ها. واقعا همیشه محبت خداوند با همه بوده که ایشون میتونن راهنمایی بکنن ما رو. بعدش هم برای فردا که قیام مسیح عزیزمون هست، کلیسای خودمون ساعت 6 صبح برنامه داریم. بله. که در جشن و پایکوبی هستیم و در نیایش و ستایش خداوندمون هستیم و از تمام همشهریای عزیزمون دعوت میکنم که به ما بپیوندین که در این جشن با ما باشین. ساعت 6 صبح در 7475 فالبروک اونیل شهر وسلیک هستیم. وستهیل هم ببخشید، در شهر وستهیل هستیم. بعد یه چیز دیگه هم خواستم، اگر هر از هر چه از ایران چه از هر شهر که هستن، اگر به کتاب انجیل نیاز دارن میتونن با شماره تلفن 818-716-4-0 با ما تماس بگیرید و با هر کس که صحبت کردین یا پیغام بذارین، آدرس بذارین، ما براتون کتاب انجیل رو خواهیم فرستاد. همه رو به دست خدا میسپارم. مرسی از مطالبی که گفتید. بله، پس عزیزان خوشحال میشیم در کنار پرستش. گفتن صبحانه هم داریم، حتما صبحانه خوبی هستش. کلیسای آمریکایی هستش، ما فقط میتونیم تخم مرغ داشته باشیم و فکر کنم عدسی هم هست، حلیم هم هست. حالا عزیزان چیز دیگه هم میارن، کله پاچه هم دوست داشتیم باشه، ولی گفتیم دیگه کلیسای آمریکایی ما رو راه نخواهند داد. هرچند ایرانی‌ها کله پاچه رو دوست دارن. البته همه اینها رو واقعا وسیله قرار میدیم که یک مشارکت با شما عزیزان داشته باشیم و در کشور غریب غریب نباشیم. نه به خاطر که به هم میرسیم غریب نباشیم و خیر، بلکه به خداوند میرسیم غریب نباشیم. خدا رو شکر که ما در خارج از ایران، به طور خاص در کشورهای اروپایی و در آمریکا، کانادا میتونیم، در استرالیا همچنین ما میتوانیم زیر سقف خانه خدا، کلیسا، هرچند در ایران ما کلیسا نمیتونیم داشته باشیم، ولی خدا رو شکر که این آزادی در خارج از ایران هستش، به طور خاص کشورهای مسیحی، که ما بتونیم به محل عبادتگاه خودمون بریم و در امنیت و در آزادی خدا رو بپرستیم و این قربت از ما گرفته بشه. قربت اصلی رو خدا میده. حتما شهدیم خیلی ها میگیم که حتی بعضیا در کشور خودشون هم غریبه، بعضیا در توی خانوادهشون هم غریب و تنها هستن. اما تشویقت میکنم هموطن عزیز، ابتدای سال هست، قلبتو به مسیح بده. آمین. اگه فکر میکنی تنهایی، اگه فکر میکنی غریبی توی کشوری، قلبتو به مسیح بده. نگاهت هم نه به خدا رو شکر برای خادمین، خدا رو شکر برای کشیشا، قلبتو به خود خدا بده. به انسان نگاه نکنید، به رسول نگاه نکنید. رسول یک انسان هست، در ضعف هست. به مسیح نگاه کنید و مسیح هست که تو رو برکت میده. امروز حق تو هست شادی، حق تو آرامشه، حق تو این هست چی میخوای از خداوند؟ چرا انقدر سخت گرفتیم؟ دیگران بر ما سخت گرفتن، رابطه ما رو با خدا بد کردن، توی باورهای ما رو قرار دادن که انقدر خدا رو از ما دور کردن و ما خودمون انقدر خدا دور شدیم که تصور به این رفت که برده هستیم. بنده میگیم گویا برده هستیم،
با قوت از خدا بگیر. همین ابتدای سال تو که 13 رو به در کردی، اگر 13 رو به در کردی به خاطر یه فرهنگ، امروز اون 13 اون نسیه درونت هم بیرون کن در نام عیسی مسیح، از خودت بریز بیرون، چون عیسی مسیح 2000 سال پیش برای تمام نسیه، برای تمام بدیها نیز روی صلیب رفت تا تو آزاد بشی. شخصی رو دو سه دفعه از فروشگاه انداختن بیرون و کسی که شاهد بود که اونا همش میندازن بیرون و این دوباره برمیگرده و دوباره کتکش میزنن با سر و پای خونی، بهش گفت ببینم تو چه رویی داری، خب بزن برو خونت دیگه، ولش کن، چقدر میری توی این فروشگاه؟ خب چی داری میگی؟ من خودم صاحب این فروشگاه هستم. حالا خدا این جهان رو به تو هموطن عزیزم بخشیده، خدا به تو آزادی داده، خدا به تو شادی داده، خدا به تو قوت داده، خدا به تو برکت داده، خدا نام فرزندی رو به تو داده، خدا نام سفیری رو به تو داده. خداوند میخواد که تو نور و نمک این جهان باشی. چرا اجازه میدی زیر باورهای دروغین زندگی کنیم؟ چرا اجازه میدیم با اعتقادات دروغین زندگی کنیم؟ وقتی که خدا تو رو دوست داره، فقط لازم هست که بگی خداوند مطابق فیضت در نام عیسی مسیح من رو ببخش و میخوام از این به بعد قلبم مال تو بشه و روح تو بر من ساکن بشه تا بتونم گذشته از زندگی که روی زمین دارم ابدیت خودم رو داشته باشم و سربلند و سرفراز تو هموطن عزیزم زندگی کنی. هرچند مشکلات و سختی ها شاید بازم باشه، اما میدونیم که قوت خدا نیز با ما خواهد بود. بریم با همدیگه خطی رو بگیریم. بله. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفرمایید. خواهش کنم. الو سلام. وقت شما بخیر. خیلی ممنون. مرسی خواهر عزیزم. بفرمایید. میخواستم بگم که یه دعا بخونیم برای دختر من که لیور داره. آجا. لیورش خیلی بده. آه خیلی متاسفم. خیلی متاسف. اسم دخترتون رو میتونیم داشته باشیم؟ خواهر. اسمش کاتانه. K-A-T-H-A-N-E. کاتانه. بله. پس بیاید با هم دیگه متحدن دعا کنیم. کاپتانه درسته؟ بله. خواهر عزیزم، با این قلب قشنگ که داشتی و زنگ زدی، با این ایمانی که زنگ زدی، لحظه چشماتو ببند. دخترت الان اونجا، دخترت اونجا هستش؟ نه اینجا نیست. اوکی. دخترم خونه شونه. بله اشکال نداره. یه بچه هم داره، شوهر داره، بچه داره. دختر منم خونمون بود. وقتی من رفتم کلیسا دختر من اونجا نبود. وقتی وارد اون کلیسا شدم فکر کردم نجس میشم. حالا یه کشیش ارمنی هم میخواست رو من دست بذاره، اون موقع با اون دیدگاه توی ایران فکر کردم الان منم نجس میشم، ولی اون مرد خدا 2 دقیقه دعا کرد و من شب خواب دیدم دختر من که 5 سال مریض بود، همه دکترها جوابش کرده بودن، شب خواب دیدم مسیح اونو شفا داده. و بعد از اینکه دکترش که 5 سال تحت معالجه او بودش با من روبرو شد، بعد از اینکه 2 بار نوار مغز گرفت، 3 بار خونش آزمایش کرد، گفت اگر قبلا اون مریض من نبود من هرگز فکر نمی‌کردم اون مریض بوده باشه. و خواهرم با ایمانی که زنگ زدی با دعای من متحد شو. و دیگر هموطنان عزیزم میخوام برای خواهرم و برای کپتانو، برای کتانی نیز با هم دیگه دعا کنیم. و دیگر هموطنان عزیزم، هر ضعف جسمانی که داری دستتو روی همون قسمت بذار و از خداوند بخوا. خدا حضورش در کنار توه. آمین. حالا بعضی ها میگن دست بچسبونید به تلویزیون، این کارا رو هم نکن. یعنی چی؟ دست بذار رو دست بدن خودت، دست بذار رو بدن خودت، از خداوند زندت بخوا، خدا تو رو شفا میده. با هم دیگه متحدن دعا میکنیم. هللویای خدای قدوس، هللویای پدر عزیزم. کلام تو نیز اعلام میکنه که تو بر روی صلیب رفتی ای خداوند من و زخم‌های تو برای ما شفا شده. ای پدر جان، ما با ایمان میپذیریم ای خدای قدوس، با ایمان کودکانه میپذیریم. شاید امروز علم و منطق ما ای خداوند جوابی نداشته باشه، اما میدانیم که روح ما جواب داره و جوابش این هست که تو خدای عشق هستی، تو پدر حقیقی هستی که جهان را به این زیبایی آفریدی، انسان را زیبا آفریدی ای خدای قدوس. هرچند در ضعف هستیم، اما تو میخواهی و تو میتوانی دست او را بگیری در هر
هر ضعفی که هست، اینک خواهرم رو به حضورت میارم که قوت او باشی ای خدا برای ایمانی که داره، و دخترش کتانو رو به حضورت میارم در نام عیسی مسیح. از تو میخوام که خداوند چه در خواب و چه در بیداری و چه در رویا و چه همین الان در این دعا، ای خدا دست سلامتی تو بر او قرار بگیره و در نام عیسی مسیح به هر علتی که این ضعف اومده بشور ای پدر جان، بشور و قوت تو و سلامتی تو و آرامش تو وجود او رو بگیره و نام تو جلال یابد. و دیگر هموطنان عزیزم که در ضعف جسمانی هستن، تو با فیض و رحمتت آنان را شفا بده و نام خودت رو بلند کن، چرا که حقیقتا تو خدای عشق و محبت و پدر ما هستی. و همه اینها را در نام مسیح می